با خبرهایی از تحولات قیام مردم سوریه اخبار را ادامه می دهیم. گردانهای اپوزیسیون سوریه در شمال هما دست به پیشروی زدند و یک روستا را آزاد کردند. رزمندگان سوری در این عملیات با تهاجم به پایگاه‌های نظامیان اسد در این منطقه 3 تانک را منهدم و مقادیر زیادی سلاح و مهمات به غنیمت گرفتند. آنها همچنین با از پای درآوردن تعداد زیادی از نیروهای دشمن، شماری از آنها از جمله یک سرهنگ از نظامیان اسد را دستگیر کردند. از سوی دیگر گردانهای اپوزیسیون سوریه در قوطه غربی در حومه دمشق به یک پایگاه با تانک و سلاح‌های سنگین تهاجم کردند و آن را در هم کوبیدند. انقلابیون سوری اعلام کردند این عملیات را در پاسخ به تعرض نظامیان اسد و اذیت و آزار مردم این منطقه توسط افراد این پایگاه انجام دادند. بمباران و گلوله باران شهرها و مناطق مسکونی سوریه توسط نظامیان جنایتکار اسد امروز نیز به شدت ادامه یافت. بر اثر بمباران کمپ پناهندگان سوری در شهر دوما در حومه دمشق، ده‌ها تن از پناهندگان سوری کشته و زخمی شدند. شهرهای حلب، درعا، هما، نعیمه و چندین شهر دیگر با بشگاه‌های انفجاری هدف قرار گرفت. در یک جنایت ضد بشری دیگر بر اثر انفجار یک خودروی انفجاری در مقابل مسجدی در شهرک آزاد شده یادوده در حومه درعا حداقل 60 تن کشته و 240 تن دیگر مجروح شدند. اخضر ابراهیمی امروز بدون اعلام تاریخی برای مذاکرات احتمالی آینده اعلام کرد مذاکرات کنونی ژنو 2 با شکست مواجه شده است. وی از مردم سوریه به دلیل محقق نشدن اهداف گفتگوها معذرت خواهی کرد. بنا به گزارش تلویزیون الجزیره، اخضر ابراهیمی هیئت رژیم سوریه را مسئول عدم پیشرفت این دور از مذاکرات دانست. وی در این رابطه گزارشی به دبیرکل ملل متحد و شورای امنیت تقدیم خواهد کرد. لوی صافی سخنگوی هیئت اپوزیسیون سوریه در یک مصاحبه مطبوعاتی گفت ما حاضر نیستیم به مذاکرات به این شکل که وقت کشی و پوششی برای ادامه جنایات و کشتار مردم سوریه است ادامه دهیم و نیاز به یک جنبش جهانی و تصمیم گیری بین المللی برای حل بحران سوریه داریم. و یفزود با در حالی مشغول مذاکرات بودیم که با قلبی دردمند روزانه شاهد افزایش بمباران ها و کشتار مردممان با بشقاب های انفجاری در طول مذاکرات بودیم. هیئت مذاکره کننده رژیم سوریه در مذاکرات غیر جدی بود. این موضوعی است که اخضر ابراهیمی نیز به وضوح بیان کرد و گفت هیئت رژیم در مذاکرات موضوعات را دور می‌زد و قبول نکرد در رابطه با تشکیل دولت انتقالی که هدف اصلی این مذاکرات بود گفتگو کند. وزارت خارجه آمریکا با انتقاد از موضع هیئت بشار اسد در به شکست کشاندن مذاکرات گفت در مذاکرات ژنو هیئت اپوزیسیون راه‌حل‌های سازنده‌ای روی میز گذاشته بود، ولی هیئت رژیم سوریه در هر گام از آن فرار می‌کرد و هیئت ائتلاف ملی سوریه در این مذاکرات جدیت و بلوغ سیاسی خودش را با ارائه طرح پایان دادن به بحران سوریه نشان داد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد آمریکا در حال بررسی گام‌های بیشتری برای وارد کردن فشار به رژیم بشار اسد است. اوباما در دیدار با ملک عبدالله پادشاه اردن گفت ما انتظار نداریم که بحران سوریه در کوتاه مدت حل شود. بنابراین ما باید گام‌های فوری برداریم تا بتوانیم به وضعیت انسانی در سوریه کمک کنیم. به یفزود گام‌های مرحله‌ای باید برداشته شود تا بتوان فشار بیشتری به رژیم اسد وارد کرد. از سوی دیگر، جان کری وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد اوباما از وزارت خارجه خواسته است گزینه‌های مختلف در رابطه با پرونده سوریه را بررسی کند و اوباما نسبت به بدتر شدن وضعیت انسانی در سوریه و عدم بحث تشکیل دولت انتقالی در مذاکرات ژنو نگران است. با آخرین خبر این ساعت توجه فرمایید.
بارش باران، طوفان و جاری شدن سیل در انگلستان زندگی ساکنان برخی از مناطق را با مشکلات جدی مواجه کرده است. در جنوب غربی انگلستان به دلیل بالا آمدن سطح آب، بسیاری از منازل غیر قابل سکونت شدند و مزارع نیز به زیر آب رفتند. سرعت طوفان تا 160 کیلومتر در ساعت گزارش شده است. خسارت سیل و تأثیر آن بر اقتصاد انگلستان بیش از 1 میلیارد دلار برآورد شده است.